جای گرفتن مجدد زمین از امتیاز خاصی برخوردار بوده که اون را از اعیاد سال نو اقوام دیگر متمایز میکند و آیین باستانی آن فراتر از تجدید خاطره یک تمدن حلقه پیوند گذشته، حال و آینده است. و از این روز که علی‌رغم گذر سالیان بسیار و سیر پرفراز و نشیب تاریخ، نوروز نه تنها در ایران بلکه هر آنجایی که فرهنگ و تمدن کهن ایرانی اثر دارد همچنان پایدار و استوار مانده است. امیدوارم سال جدید برای همه شما سالی سرشار از شادی و نعمت باشه. پیروز سرفراز باشید. شما به لطف همین حمایت‌های همیشگی شماست که این 3-4 سال گذشته خانه فرهنگ رشد بسیار خوبی داشته و تونسته فعالیت‌های مختلفی انجام بده و خدمات زیادی رو برای جامعه ایرانیان مقیم و سرایه غربی فراهم می‌کنه. برگزاری برنامه‌های مثل این یه بخش بسیار بسیار کوچکی از فعالیت‌های خانه فرهنگ. البته وقت شریف شما رو برای توضیح فعالیت‌های خانه فرهنگ نمی‌گیرم. وبسایتی داره خانه فرهنگ، همه خدماتش اونجا روشن هست، توضیح داده شده. ولی تقریبا ما به همه ایرانی‌ها در هر مورد و موضوعی که مشکلی داشته باشن می‌توانیم عملا کمک بکنیم. علتش هم اینه که ما یه خانواده بزرگ هستیم. بالاخره هر کدوم از دستمون برمیاد که یه کاری برای دیگران بکنیم. خانه فرهنگ هم این وسط با حلقه ارتباط در واقع و اگه کسی مشکلی داره این جمع نگاه میکنه ببینه کی میتونه مشکلش رو حل کنه و این در واقع اتفاق بیفته. تقدیر و تشکر هست از کسانی که زحمت میکشن، مناسبت هایی رو وجود میارن تا ما گاهی با هم باشیم و این با هم بودن بسیار بسیار ارزشمند و هر کس با هر عقیده و با هر مرامی که داره اگر در جهت همبستگی ما ملت بکوشه بسیار بسیار جای تقدیر و تشکر و عشق و صفا همچون شرابی سرخ شد چون به کامم خیمه زد بس گوهری ارزنده شد و صفای پاک دل هر ناخدایی بنده شد. چرخش گردونه طبیعت و پاشنه بهار مبارکتان باد. I'm not afraid of the dark.
خاطرت بود خیلی.